بنده افلاک شد نبرده خاک، ز آبنوس رمید و ز لاجورد گذشت. در زیست نامه استاد باختری زیر عنوان در کاجستان شعر و شعور واصف باختری چنین می خوانیم: محمد شاه واصف باختری در جوزای سال 1321 خورشیدی در بلخ زاده شد. مکتب را در لیسه باختر مزار شریف و لیسه حبیبه کابل و پایان رساند. لیسانس زبان و ادبیات فارسی دری را از دانشگاه کابل به دست آورد. مدت ویراستار کتاب‌های درسی وزارت تعلیم و تربیه بود. در سال 1354 گواهینامه ماستری را در آموزش و پرورش از دانشگاه کلمبیای شهر نیویورک به دست آورد. سال 1346 تا سال 1375 عضو ریاست دارالتألیف، مدیر مسئول مجله ژوندون، ارگان نشراتی انجمن نویسندگان و دبیر بخش آن انجمن بود. سالیان دراز در پشاور به سر برد و اینک به عنوان پناهنده در ایالات متحده آمریکا می‌زید. و در جای دیگر پیرامون زندگی نامه استاد باختری چنین می‌خوانیم: واصف باختری در نیمه دوم دهه 40 خورشیدی به کار حکمت و فلسفه پرداخته که در آنجا لحن و نوای موضع‌گیری های ایدئولوژیکش را میتوان احساس کرد. سالهای 1345 تا 1350 خورشیدی برای باختری یک دوره شک در تفکر و تصمیم گیری به حساب می آید که چرا و چگونه سیاست بر زندگی او سایه افگنده بود. در سال 1960 عیسایی باختری شاعر سال شناخته شد. بهار سال 1961 عیسوی روزنامه بیدار در گفتمان پیرامون شخصیت‌های ادبی مزار شریف واصف 18 ساله را با شایستگی ستود. بالاخره باختری از سیاست دوری جست و به فرهنگ روی آورد تا در راستای فرهنگ به سلام و سپاس تعهد بشتابد. خودش می نویسد: سال 1954 و یا 1953 روزی بیت چند نوشتم و به پدر دادم. پدرم آن را جهت اصلاح به مرحوم رقیم داد. من در آن روزگار 10 ساله بودم. این شعر در روزنامه بیدار چاپ شد. کلمه تشویقی در کنار نامم نوشته شد. من معنی تشویق را نمی فهمیدم. اینک یکی از سروده های باختری: اندیشه ندارم اگر این دیو سرشتان، با رشته بیداد بدوزن دهانم، با ناله خود شعله برافروزم اگر چند، چون شمع بسوزن در این بعض زمانم. و باختری خطاب به شعر میگوید: ناله شو، فریاد شو، فریاد رزمنگیز شو، نغمه جانسوز شو، آهنگ رستاخیز شو، پرده بیداد و زنجیر ستم را پاره کن، از حراس زورمندان پرده پوشی تا به کی، موج شو، سیلاب شو، سیلاب پرجوش و خروش، لرزه در دلها پدید آورد، خموشی تا به کی. اثرها: اثرهای فلسفی باختری، اسپینوزوا و گوهر نخستین، شیوه و تحلیل کار کردی، سرگذشت رازناک مقوله ها، گزارش عقل سرخ، پژوهش‌های ادبی و فلسفی،
فردوسی در قلمرو فلسفه، نیم نگاه به سوی قلمرو افلاطون، ترفندهای به نام خاور شناسی، جستارهای در باب شناخت، خردگرایی و تجربه گرایی، درنگ ها و پیرنگ ها، رویش های ادبی و فلسفی، بازگشت به الفبا در غیاب تاریخ، در ورزشگاه ثانیه های شرقی، یک نه شکوهمند در برابر همه آری های دروغی، افلاطون و تحلیل اندامبار کار اجتماعی. اثرهای ادبی، مجموعه های شیری و آفتاب نمی میرد، از میعاد تا هرگز، اسطوره بزرگ شهادت، از این آینه بشکسته تاریخ، دیباچه در فرجام، تا شهر پنجزدی آزادی، در استوای فصل شکستن، دروازه های بسته تقویم، مویه های اسفندیار گمشده، حاشیه های گریزان از متن، سیمرغی که سیمرغ نشدند، سفالینه چند بر پیشخوان بلورین فردا، بیان نامه وارثان زمین. اثرهای منصور، نردبان آسمان، مقالات درباره شعر مولانا، رساله سرود و سخن در ترازو، پژوهش های در باب عروض. زندگی جلوه دیگر گیرد، گرستم دیدگان و پا خیزند، برستم پیشگان نبخشایند، با فرومایگان در آویزند. اجازه دهید به عنوان شناخت ژرف‌تر دیدگاه های برخی از فرهنگیان و نخبگان قلمرو ادب معاصر را اینجا برای هموطنان به صورت معجز بیان کنیم. ولی پرخاش، استاد واصف باختری، درخت تناور در نخلستان شعر امروز افغانستان. شبگیر پولادیان، منتقدان و پژوهندگان زبان و ادبیات ما بدون بررسی و شناخت ویژه و جایگاه شعر باختری نمی توانند تصویر روشنی از چگونگی شعر معاصر و دست دهند. قنبرعلی تابش، استاد باختری در بین شاعران و ادیبان داخل و خارج کشور مقام والایی دارد. سوگمندانه آثار باختری در جامعه مهاجرین آنچنان که شایسته آن است شناسانده نشده. صالح محمد خلیق، واصف باختری از مفاخر بلخ، کشور و قلمرو زبانی ما است. استاد واصف نه تنها که در نظم بلکه در نبشتن نثر نیز از همان دوره نوجوانی استعداد شگرف داشت. همیرا نکهت دستگیرزاده، استاد باختری بزرگ در تداوم است. نیلا ابراهیمی، نگرش واصف باختری به تاریخ نیز همان نگرش شاعرانه است. باختری با استفاده از تاریخ سیر تکامل ادبیات، با ویژه شعر را از سپیده دم این پدیده ها تا روزگار ما بیان میکنه. سرور رسا رفیزاده، استاد واصف باختری در هر دو زمینه پژوهش و آفرینش ادبی از سرآمدان روزگار در قلمرو زبان فارسی به شمار می‌رود. رهنورد زریاب، او شعر سروده، سیاست کرده، به حکمت و فلسفه روی آورده، با کنکاش ها و پژوهش های ادبی دست یازیده، با کار ترجمه های منظوم و منصور پرداخته،
و راهیان نوسفر راه شعر نو و چکامه را دستگیری و راهنمایی کرده است. دکتر مجاور احمد زیار باختری با بکارگیری زبان نیرومند تمام عیار شعرش را بر چکاده آفتاب نشاند. بشیر سخاورز واصف باختری هم در جمله ترجمه کنندگان می آید که جوهر فکرشان در شعر دیگران بازتاب یافته و ترجمه هایشان طیف گوناگون تخیل در آسمان خلاقیت و تصویر می کشند و در پایان کار پیام نوی را جانشین پیام نخستین شعر می سازند. صبور الله سیاسنگ گمان می برم آنچی بتواند با واصف باختری هموزن گردد نخواهد روید. این قافیه دوباره نمی آید. گل احمد شیفته واصف باختری بیگمان آفرینشگر اندیشه ورز و اندیشگر آفریننده است. نبی عظیمی دیگر او متعلق به همه بود، نه تنها به مردم افغانستان بل به حوزه فرهنگی زبان و ادبیات فارسی دری. پویا فاریابی واصف باختری شاعر جامعه گراست. واقعیت این است که واصف باختری در باز آفرینی و بکارگیری اسطوره های کهن و نیز اسطوره پردازی به شیوه امروزین بیمانند اگر نباشد کم مانند است. حسین فخری واصف باختری از قافله سالاران شعر معاصر افغانستان و پافشاری او در کار شعر از طاقت بشری بیرون می نماید. جاه، مقام و کامیابی دنیوی او را نفریفته است. کاظم کاظمی او را شاعر شاعران با تعهد دوگانه نسبت به هنرش نامیده و می گوید داوری در باره شعر واصف باختری بسیار دشوار است چون با شاعر دانشمند روبروی. معروف کبیری استاد واصف باختری از ستاره های درخشان و همواره روشن سپهر ادبیات و فرهنگمان در گستره زبان فارسی دری است. او نه تنها شاعر بلکه مورخ، مترجم، نویسنده، پژوهشگر و سخنور نقاد است. رضا محمدی استاد واصف باختری بدون شایبه شناسنامه ادبیات و فرهنگ افغانستان امروزی است. پرتو نادری شاید بتوان گفت واصف باختری یکی از نمادگراترین شاعر روزگار ماست. بیننده های عزیز تلویزیون بهار و نگاه نو درود و سلام بر شما. امروز خوشبختانه بخت و اقبال با ما یاری کرد که مهمان یکی از بزرگان تاریخ ادب معاصر کشور ما در آپارتمانشان در کالیفرنیا باشیم. امروز استاد واصف باختری بزرگوار را با خود داریم و ما می خواهیم که به جناب استاد درود و سلام بگوییم. سپاسگزار شما آقای راستا، تشکر از مهربانی شما، سرفراز باشیم. جناب باختری، در مورد امی حوزه تمدنی فارسی، زبان فارسی و دری اگر کمی صحبت کنین و به ادامه ازی که امی تقسیم بندی ها و مرز بندی های جغرافیایی که سیاسی جیوپولیتیکی که در امی عرصه به وجود آمد و پسانها باعث دردسرهای بزرگ در عرصه فرهنگ شد، کمی صحبت از امی جا آغاز میکنیم و بعد از ادامه میدیم. چشم جناب راستا، حوزه تمدنی زبان فارسی یک حوزه
بسیار پهناور است. بله. در این مورد ما با یک جغرافیای ناکرانمند مواجه هستیم. افغانستان امروز، ایران امروز، بخشهای از عراق، بخشهای از آذربایجان، جمهوری‌های آسیای مرکزی و ترکستان چین، هند، پاکستان، بنگلادش، ترکیه عثمانی. و در ترکیه عثمانی هم زبان فارسی مدت‌ها زبان رسمی بوده. بله. حتی در بعضی از نواحی یوگسلاوی کهن، بله، که امروز مثلا بوسنیا، بله، امی احمد افندی بوسنوی که بله، حافظ شرح کرده، بله، گلستان و بوستان سعدی را شرح کرده، بله، اگرچه به ترکی نوشته شرح خوده، بله، اما بالاخره زبان فارسی را نیکو میدانسته. بله. خب قدیمترین نام از این زبان در یک متن عربی ما میبینیم. بله. کسی هست؟ حالا ما از یاد بردیم که شاگرد مستقیم امام شافعی است یا شاگرد غیر مستقیم امام شافعی است. شیخ حسن شرنبلالی در یکی از آثار خود یک حدیث نقل میکنه. اگرچه باید یادآور شوم که بسیاری از آگاهان از معارف اسلامی این عبارت را حدیث نمیدانند. عبارتی میدانند که در زمان شعوبیه بله، ساخته شده. عبارت چنین است که لسان اهل الجنه العربیه و ثم فارسیت الدریه. این فارسی دری. ما وقتی که فارسی دری میگیم منظور ما چیست؟ که زبان فارسی امروز، فارسی دری با فارس باستان و فارسی میانه مثل مادرن انگلیش. بله. یعنی فارسی نو است. بله. فارسی که چند سال پیش از ظهور اسلام یا مقارن ظهور اسلام به وجود آمده. و چرا باز ایره دری گفتن؟ دری آن گونه که یک عده از محققان و دانشمندان نوشتن که منصوب به دره یا دربار است، چنین نیست. اینها عدس هایی بوده و قیاس هایی بوده. زبان زبان دوهاری است، یعنی زبان تخاری. آها. که دوهار به مرور زمان دوهر تلفظ شده. بله. دوهری دری شده. بله. و این رقم تصوری هم که به وجود آمده که دری زبان افغانستان است، فارسی زبان ایران است و تاجیکی زبان تاجیکستان. بله. از بیخوبان یک پنداشت نارواز. بله. به این معنی ببینین که کلمه زبان دری آنقدر که در اوضاع ایران کنونی، چی در گذشته و چی در امی روزگار معاصر به کار رفته، بله، ایج وقت در قدمای ما، این قدمای ما که متعلق به افغانستان امروز بودن، به کار نرفته. مثلا ما در آثار مولانا، بله، کلمه دری رو نمیبینیم. بله. فارسی گوییم رو تازی بهل. حتی مثلا میگه مگر زبان فارسی را چه شده است؟ آن لطائف و ظرایف که در زبان فارسی است در زبان تازی نیست. بله. و دیگه شما ببینید نظامی گنجوی از گنجه است، یعنی از قفقاز است. بله. میگه نظامی که نظم دری کار اوست، دری نظم کردن سزاوار اوست. او زبان خود دری میدانه در قفقاز. بله. یا به عیس مثال سعدی گفته، بله، که هزار بلبل دستان سرای عاشق را بباید از تو سخن گفتن دری آموخت. و حافظ گفته از شعر دلکش حافظ کسی شود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. بله. دمی دوره معاصر ایران ملک الشعرا بهار، بله، همان حدیث ساخته شده، بر ساخته شده را، بله، درست پنداشته و گفته گفت پیغمبر که دارند اهل فردوس برین بر زبان لفظ دری جای زبان مادری. بیگمان پس خازن فردوس فردوسی بود، بله، کو بود بیشبه رب و نوع گفتار دری. بله. و خود فردوسی یکی از قدیمترین جای هایی که فارسی دری آمده، بفرم گزارنده را پیش بنشاندند، اما نامه بر رودکی خواندند، بفرمود تا فارسی دری بگفتند و کوتاه شد داوری. در همی شاعر معاصر دیگه ایران دکتر مهدی حمیدی شیرازی، شاعر شعر بسیار معروف مرگ کو، بله، گفته بهانه هاست بماندن مرا و یک آن است که است مردن من مردن زبان دری.
یا به حبیب یغمایی ادیب دیگه ایرانی خطاب میکنه که ای حبیب ای پدری پیر زبان دریا که از نقوش قمری که از نقوش قلمی که از نقوش قلمی مجمع هور و پریا مثلا ملک الشعرا قاری عبدالله خان استاد بزرگ ما که افتاد و چند سال پیش وفات کردن وقتی که انتونی ایدن صدر اعظم وقت انگل وزیر خارجه وقت انگلستان بله که در این حال خاورشناس بود و زبان فارسی را میدانست بله یک منتخب از شعرهای قاری عبدالله را به خط خودش میخواهد بله و قاری درباره انتونی ایدن میگه که آن آشنا به لهجه اشعار فارسی آن صاحب سلیقه و ذوق نفیس را فارسی در بسیار جایی ها که دری گفته شده بله این فقط به خاطر وزن شعر است بله مثلا ناصر خسرو یک جایی گفته که من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی در بله لفظ دری را اما ده ها جای فارسی گفته بله در زبان فارسی امروز فرد شاخصم جالب است سلطان محمود غزنوی همی زبان چی می گفته درست است که زبان اصلیش هم نبوده بله خطرک بله خطرک بله بودن بله وقتی که وقتی که عنصری ابوالقاسم حسن عنصری ملک الشعرای دربارش دو منظومه خنگ بوت و سرخ بوت درباره بله دو بوت بادیان و بامیان بله می سرای به سلطان تقدیم میکنه بله سلطان کیره میخونه به ابو ریحان بیرونی دانشمند بزرگ و منجم و ریاضیدان و ادیب و مورخ و انشناس بله یا بو ریحان حدیث این اسنام از فارسی به تازی اندرار تا اما جهانیان از چونی و چندی آنها آگاه باشند همی ابو ریحان بیرونی وقتی که درباره ستاره زحل گپ میزنه میگه آن را به فارسی کیوان گویند فارسی میگه بله دیگه این یک زبان است بله به هیچ وجه سه زبان نیست بله و اما در افغانستان وقتی که در قانون اساسی سال 1343 به جای فارسی دری را بله به کار بردن در این حسن نیت نبود بله این به خاطر ازی بود که به عیس مثال مرز کشیدن یک دیوار چین کشیدن بین فارسی و دری که بله فارسی از ایران است دری از ماست مثلا کلمه زایشگاه بله به شمول پشتونهایی که در کابل زندگی میکردن زایشگاه بله میگفتن بعدن گفتن که نه زایشگاه بسیار کلمه خوب است اما فارسی است دری نیست باید اصطلاح زیجنتون پشتو در زبان دری مورد استعمال قرار بگیره و ده ها مورد دیگه از این خاطر ما اگر در قانون اساسی آمده اگر در قانون اساسی آمده ما و شما هر کدام ما چند قانون اساسی را دیدیم و این قانون اساسی یک وقت تغییر میکنه بله و البته ما ایران به خدمت شما عرض کنم که ما یک مکلفیت میهنی داریم که ما به همه زبانهای افغانستان به همه اقوام افغانستان به فرهنگشان به رسوم و عنعنات پسندیدهشان احترام داشته باشیم وظیفه ملی وظیفه میهنی ماست چیزهای پراگنده خدمت شما عرض کردم خواهش میکنم استاد بسیار حرف جالب اینجا مطرح کردین شما که من میخوایم از شما بپرسم در این مورد و سوال من اتفاقا که همین شکل بود قانون اساسی سال 1343 را گفتین بله و از قبل بسیاری ها اتو ترهم میکنن که محمود طرزی یک خط فاصل کشید بین در درون زبان فارسی که فارسی افغانی یا دری یا این آن او را نامید و این را به یک شکل جدا ساخت از روند عمومی یا به اصطلاح از زبان حوزه تمدنی که به او گویش بود و هم نوشته میکردن هم سخن میگفتن و هم شعر میگفتن نظر شما در این مورد چیست که از زمان دوره امانی اگر حساب بکنیم ایره آیا این واقعیت داره که محمود طرزی در اینجا نقش داشته در این رابطه؟ سخن بر سر عزیز که به خدمت شما به عرض برسانم آقای راستا که در کشورهای دیگه جهان ما زیاد آگاهی ندارم اما در سه کشور بله افغانستان، ایران و ترکیه بله اساس این مسئله خشت اولش کج نهاده شده بله در ایران بله
زبان فارسی. بله. اینجا کسانی که نشستیم همه فارسی زبان هستیم و به این زبان احترام داریم. بله. اما زبان فارسی در ایران وسیله ستم است. بله. مثلا سر کرد و ترک و بلوچ و لور تحمیل شده. تحمیل شده. بله. و چون این ذهنیتی رو به وجود آوردن که ملت یعنی کسانی که همه به یک زبان گپ میزنن در ترکیه. بله. همین ذهنیت بوده و شادروان محمود طرزی که همین ذهنیت با خود به ارمغان آورد از ترکیه آورد. البته محمود طرزی نگفته که فارسی و دری دو زبان است. بله. محمود طرزی یک بار که از فارسی و افغانی یاد میکنه. بله. در سراج الاخبار. بله. از امیر حبیب‌الله خان سپاسگزاری میکنه که امیر روشن ضمیر به پیشنهاد ما لسان افغانی را جزء نصاب تعلیمی لیسه حبیبیه امر کرد. بله. لسان افغانی. بله. در گذشته های دور هم پشتو. بله. کلمه پشتو باعث زبان پشتو. بله. خیلی کم استعمال شده. مثلا از جمله رحمان بابا گفته که خوشحالان و دولتان می غلامان دی زرحمان پا پختو جب عالمگیریم. بله. خوشحال خان همیشه شعر خوده افغانی دانسته. افغانی. پسرش اشرف خان اجری. بله. و محمود طرزی گفته زبان فارسی یکی از السنه مهمه مشرق زمین است. بله. اما ما از خود یک زبان ملتی داریم، یعنی منظورش زبان ملی است. بله. که او زبان افغانی است. بله. و این زبان افغانی را نه تنها افغان ها. بله. بلکه همه اقوام ساکن افغانستان باید بعیس زبان ملتی خود بپذیرند. بله. و یک جای دیگام نوشته که مثلا این جای تأسف است که در مکاتب و مدارس ما به زبان انگلیسی، ترکی، فرانسه، عربی و فارسی تدریس صورت میگیره، به زبان ملتی ما نه. بله. و در امان الله خان در قندار وقتی بله. که از زبان پشتو یاد میکنه زبان افغانی میگه. و در فرمان ظاهرخان که 1934-1935 است در مورد تعمیم و رشد زبان پشتو میگه گذشته از زبان فارسی که طرف استعمال است، زبان افغانی هم باید مامورین دولت در ظرف 3 سال یاد بگیرند. بله. دیگه محمود طرزی یک نگفته به نظر من که دری دیگه زبان است، فارسی دیگه زبان است. بله. او به اهمیت زبان فارسی هم باور داشته و نوشته با سراحت. اما فارسی افغانی یا دری افغانی خب نه، دری نگفته. بله. محمود طرزی فارسی افغانی، فارسی افغانیش من به یاد ندارم. فارسی. بله. فقط فارسی گفته. یعنی شما با این موافق نیستین که همین مرزبندی ها در داخل قلمرو جغرافیایی سیاسی افغانستان از زمان محمود طرزی از زمان محمود طرزی شروع شده؟ از زمان محمود طرزی سیاست برچیده شدن زبان فارسی بسیار. بله. به تدریج. بله. بسیار به صورت خزنده مطرح شد. بله. اما به این صراحت نه که دری یک زبان دیگه است. آه. بله. فارسی یک زبانه. ببینین استاد محترم، اگر ما تو حساب بکنیم که دولت های افغانستان از زمان احمد خان عبدالی حساب بکنیم، خود شما میفهمید که خود احمد شاه عبدالی به زبان فارسی شعر میگفت. از زبان مروج رسمی در دربار از امو زمان تا زمان امان الله خان عبد الله خان همین زبان فارسی بوده و اصلا همین مسائل مطرح نبوده. و اینجاست که بعد از زمان امانیه اینی پرابلم های ایجاد میشه. در تدریج از زمان امان الله خان شروع شد تا بدین جا رسید. حال یک مسئله است، در وقتی که سردار محمد داود خان صدر اعظم بود. بله. برادرش محمد نعیم خان که وزیر خارجه و معاون صدر اعظم بود بنونست زبانشناس بسیار بزرگ فرانسوی را تا کابل دعوت کرد. بله. و به او پیشنهاد کرد که امی زمینه برچیده شدن بساط زبان فارسی را از افغانستان تو یک طرح آماده کن. بله. بنونست گفت من کار نمی کنم. بله. من زبان شناس هستم، من معمار زبان هستم، من ویرانگر زبان نیستم. بله. خب با او برخورد سردی کردن، تشریفاتی غزنی روانش کردن و بامیان و رفت. بله. فرانسه. باز 2 نفر از اتحاد شوروی سابق خواستن. بله. یکی از دانشمندان ازبک شوروی سابق بود به نام عبدالصمد خواجه بابایوف. بله. یکی دیگه هم پروفسور گیرس بود که اردو پشتو یاد داشتن. بله. یا به نعیم خان گفتن که بساط زبان فارسی با آسانی برچیده نمیشه، به تدریج در هر جملهش یک بم بگذار. بم چطور بگذاریم؟ گفت کلمات پشتو در زبان فارسی. بله.
مروت شوند باید. من یک خبر برای شما میخوانم. در زمان صدارت داود خان. بله. دباختر، این خبر از رادیو گفت خوانده شده. بله. دباختر آژانس خبر داد که امروز شاغل دکتر علی احمد پوپل از امور مسلکی و اداری دمیرمن و طولنی لیسه دیدن به عمل آورد. این کدام زبان است؟ بله. این کدام زبان است؟ مسئله چنین بوده. مسئله چنین بوده. بسیار خوب. یک موضوع دیگر در صحبت های شما برای ما بسیار جالب است. استاد که دپالوی استعمار و استثمار سیاسی که وجود داره از نظر ما تبهکارترینش استعمار فرهنگی است و از ایران شما یاد کردین. در مجموع مطبوعات ایران از مدت ها به این طرف به خصوص در چند حتی از یک سده آخر اگر ما ببینیم شاعر، نویسنده، پژوهشگر، دانشمند، ادبیات شناس چون هر آن چیزی که هست میگن ایرانی است و یک بگونه میخواهند که یک استعمار فرهنگی را بر مردم خراسان زمین یا افغانستان امروزی تحمیل کنند. از دید شما اونا چقدر نقش داشتن در این رابطه؟ حتی شاعرای ما و شما را گنجینه های فرهنگی که ما و شما داریم مثل مولانای بزرگ، مثل انصاری بلخی، همین کسایی که وجود همه را مال خود میدانن و همی خطر به نام افغانستان یا افغانی به خصوص در این اواخر یاد میکنن و هر آن چیزی که به نام افغانی ایره جدا میکنن و میرن به جز افتخارات خود میسازن. در این مورد استاد محترم اگر شما نظرتان بگید. نظر من آقای راستا چنین است که ایرانی ها سوء استفاده میکنن. بله. از کلمه ایران. بله. یک وقتی ایران برای یک جغرافیای بسیار پهناور اطلاق میشه. بله. مثلا بیشتر از سلطان محمود غزنوی یاد کردیم. در فیلم های هندی ما و شما یک تعبیر بسیار شنیدیم که با ادب با ملاحظه. بله. وقتی که پادشامه. بله. در روزهای رسمی وقتی که محمود غزنوی وارد یک جای میشد چنین. بله. گفته میشد. بله. یعنی منادیان چنین میگفتند که با ادب با ملاحظه شحنه بست امین الحسن غزنی با ادب با ملاحظه شهنه بست امین الغصص غزنی امیر خراسان شاهنشاه ایران تشریف فرما می شوند. وقتی که در زمان رضا شاه پهلوی یا پهلوی اول خب در ایران ایران می گفتند، اما در همه مجامع بین المللی ایران به نام فارس پرشیا راجستر بود پرشیا. یا از افغانستان اجازه خواستند. بله. که ما حق داریم در مجامع بین المللی نام خود ایران راجستر کنیم و دولت افغانستان. بله. موافقت کرد. بله. اما ببینین یک برخورد بسیار زشت، من کل ایرانی ها رو نمیگم، یک دیشان. بله. با فرهنگ ما و با زبان ما و با افتخارات ما چی هست؟ من دو مثال متناقض، دو مثال از دو شخصی که بسیار تناقض دارن با هم از لحاظ اندیشه. بله. یک شیخ مرتضی مطهری است. بله. که شیخ است و دانشمند است در علوم اسلامی. وقتی که درباره مولانا صحبت میکنه میگه اکنون سخن به جای رسیده که افغانی ها مولوی را ملک تلق خود نشمارند. یعنی خاص از خود میدانند. خب مولانا از جمله شخصیت هایی است که به بشریت متعلق است. بله. اما سرانجام از یک جای بوده. بله. مثلا میگم ما از اقصای خراسان آمدیم، بلخیم من، بلخیم من، بلخیم شور دارد عالمی از تلخیم. دانشمند دیگه ایرانی. بله. که باز هم بسیار ظریفانه حق افغانستان تلف میسازه. بله. احسان تبریز که واقعا متفکر است، نظریه پرداز است. بله. دانشمند بسیار بزرگ است، تو درس زبان شناسی بسیار. بله. نوشته که اگر ما ایرانی ها بر رودکی و فردوسی و نظامی و خاقانی و سنایی و سعدی و حافظ و ناصر خسرو و ابوالفضل بیهقی و کی و کی. بله. می بالیم، همسایگان افغانی ما حق دارند که به سید حسن غزنوی و مختاری غزنوی افتخار کنند. بله. درست است که هم سید حسن غزنوی و هم مختاری غزنوی دو شاعر بزرگ هستند. بله. اما در مقام مقایسه مثلا مختاری غزنوی کجا و مولانا کجا، سنایی کجا. بله.
اینطور برخورد میکنم. یک با وجودی که یک آدم چپ و یک آدمی که باید مرزهای ملی و جغرافیایی را اصلا به رسمیت نشناسد. خب اردوشان بله. شیخ مرتضی متحری به حساب ذهنیت اسلامی خود قد نباید اینقدر متعصب باشه. خب او مسائل نه در اسلام است نه در اندیشه های چپ است. چپ است. بله بله. یعنی هدف است که نقش ایران شما چقدر برجسته میدانین در امی انزوا سازی زبان فارسی در داخل افغانستان؟ خب من ایره میدانم. من بارها به این مسئله برخوردیم که خلاف تصور یک ده از هموطنان ما که مثلا وقتی که شما کلمات اصلی زبان فارسی را به کار میبرین میگن این تهاجم فرهنگی است که از سوی ایران صورت میگیرد. بله. ایرانی ها خوش نیستند که ما در افغانستان زبان فارسی بله. براشت برسه زبان فارسی بله. بارورتر شده و یک انحصار است برشان. بله. چرا ایران با همه ثروت و مکنت و امکانات بسیار زیادی که داره بله. از مؤسسات بین المللی، از یونسکو، از کجا به خاطر فردوسی پول میگیره، به خاطر آفس، به خاطر سعدی، به خاطر مولانا بله. پول میگیره بله. بله. و مؤسسات بین المللی هم که میبینن علی الظاهر میگم ظاهرا بله عمیقا نه عقب به طرف ایران میتن. چون کدام کتاب مولانا در کابل چاپ شده بله. یک مثنوی آفست شده بله او را در یک مرحله خاص بله. همین کار صورت گرفت. از صنایع در افغانستان چی چاپ شده؟ یک وقتی که استاد جیلانی خان جلالی بله. مدیر مطبوعات غزنی بوده چند مثنوی صنایع را در اون مطبعه کوچک غزنی چاپ کرده بله. خدایش بیامرزاد دیگه از صنایع چاپ نشده. تاریخ بیهقی بله. تاریخ ابوالفضل بیهقی در ایران چاپ میشه بله. کدام دانشمند ما درباره تاریخ بیهقی کار کرده؟ بله. خوی چند مقاله که نوشتن و حساب علایده است. بسیار قوی نداشتیم که بتانیم مثل ایران نواره. هرگز هرگز اقتصاد مفتنی بر نفت و بر مثل سرچشمه و بر گاز بله. جامد و مایه بر بسا چیزهای دیگه بله. شما میدانین که ایرانیا از رهگذر فروش قلمدان بله. و شدرنج و نرد بله. در امی امریکا چی دوکانهای بزرگی دارن بله. ما و شما دیدیم بله. دیگه ما این امکانات نداشتیم اما بازم درم و یک حدودی که داشتیم بعض مثال ما میگیم ابن سینا از ماست بله بله؟ بله اما مثلا یک شفاخانه به نام ابن سینا یک شفاخانه در کابل وجود داشت بله و یک مدرسه ما بیاد ندارم که کدام سیمیناری به نام بله کدام مجلسی بله بیاد بود ابن سینا برگزار شده باشه. یک نمایشنامه بسیار خوب شادروان استاد عبدالغفور برشنا نوشتن بله. که اثر بسیار عالی است بله. یک نمایشنامه در باره ابن سینا دیگه کارش یگانه بله. ابن سینا شناس بسیار قوی که ما داشتیم بله. او شادروان استاد محمد اسماعیل مبلغ بود بله. که چند صد صفحه یا شاید هم 2-3 هزار صفحه در باره ابن سینا ترجمه و نوشته داشت. در سال 57 و فرمان حفیظ الله امین شهید شد. نقش زبان عربی و تهاجم عرب ها در افغانستان سر زبان فارسی چگونه بوده و ما اگر که همین تهاجم صورت نمی گرفت در کجا ما قرار داشتیم در زبان فارسی و ایره چگونه ارزیابی میکنیم؟ چرا ایره به خاطر ازی سوال کردم که در این اواخر خصوصا در چند سال آخر بسیار تلاش های جدی وجود داره برای سوچه سازی زبان فارسی که امی هم یک پرابلم است در عرصه زبان. یک تعداد طرفدارش است یک تعداد طرفدارش نیست. مسئله چونین است که پس از اسلامی شدن این سرزمین ها ایران امروز و افغانستان امروز و جمهوری های آسیای مرکزی بله. مثلا در دوره بنی امیه با هان که دستور اسلام ان اکرمکم عند الله اتقاکم بود بله. اما مثلا به غیر عرب ها موالی گفتن یعنی بله. غلامان بله. اما ایتو کدام فرمان ندادن که شما مثلا اینی کلمات عربی رو به کار ببرین بله. بعدن 100 سال 200 سال از ظهور اسلام سپری شده بود که زبان عربی به یک زبان علمی درجه اول آن روزگار تبدیل شد به نام تمدن اسلامی بله که حالا بله. ببینین جالب است که مثلا در ائمه اربعه اهل سنت
امام ابو حنیفه از طرف پدر و مادر عجم است. بله. امام شافعی از طرف پدر عجم است. بله. یعنی غیر عرب است. بله. ببخشید استاد، عجم که وقتی میگیم این هدفش غیر عرب است، عجم خود گنگ مانا میته به زبان، یعنی گنگ خودش یک نوع تبعیض لسانی از نظر یک بله. مشکل دارم مده این مورد. بله. مشکل ایست که اگر این شعری که بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی، بله. اگر از فردوسی باشه، یک ده تردید کردن. بله. اما چون به نظر ما فردوسی تنها شاعر محض نیست، یک دانشمند بزرگ است. وقتی که او عجم میگه، یک مورخ بزرگم عجم میگه. بله. بله. بازم اما ببینین محدثین بله عجم هستن. بله. مثل امام بخاری، مثل بله. بیهقی، بله. مثل ترمذی، حتی زمان سلمان فارس حساب. بله. 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 یا عجم هستن. بله. صرفیون و نحویون بزرگ عرب عجم هستن. بله. عبدالله ابن معتز عجم است، و ای که بله. پایه‌گذار علم عروض از خلیل ابن احمد فراییدی، یعنی از فرای ما و شما. تبری. بله. بله. اینا عجم هستن. اما چون زبان عربی به یک زبان علمی تبدیل شد، مثل بله. که امروز یک گده در میان فارسی یا پشتو هر زبان اروپایی را که یاد دارن، انگلیسی یا فرانسه، بیداری کلمات در حال خودشان دارن. بله. کلمات بله. یک زبان بیگانه را به کار میبرن و این برای نشان دادن است که ما در سطح بلند معرفت هستیم. بله. با این زبان ها اون وقت هم یک دانشمندایی که به فارسی می نوشتن کوشش کردن. بله. که به جای کلمه که در فارسی وجود بله. داره، یک کلمه عربی رو به کار ببرن. بله. مثلا ما در فارسی برای جمعه، روز جمعه، آدینه داریم. بله. اما هیچ کس آدینه استفاده نمی کنه، جمعه استفاده بله. میشه. و یک بار یک وزیر، بله. یعنی وزیر بسیار مقتدر و در عین حال وزیر دانشمند سلجوقیان، خواجه نظام الملک توسی، بله. یک عقده داشت. بله. او خب گذشته از این که وزیر با تدبیر، وزیر شاهنشان میگفتند، پس از مرگ یک پادشاه سلجوقی هر کره که او میخواست پادشاه میشد از اون خانواده، و کتاب سیاست نامش از نمونه های بسیار فاخر نثر فارسی است. بله. او حتی چی کرد؟ مثلا امضا را عنوان به وجود آورده، می کلمه که امضا کنه. بله. بله. دستینه میگفتن. دستینه. بله. دستینه میگفتن. یک سیاهی از کلمات ترتیب کرد، گفت به جای دستینه گویند امضا. بله. مثلا بله. اینطور کارها هم شد. او یک عقده عقارت گفتم داشت، نمیدانم فراموش کردم یا به خدمت شما عرض کردم، که او اجدادش به گبران میرسید. او وقتی که سیاست نامه را نوشت، در حقش تن و لن راندن که به فارسی نوشته کرده، به این فارسی زیبا، به خاطر از این که تبار از این تبار گبریز. بازو هم اینطور کارها کرد. بله. دیگه یعنی باز استاد... جنبه دیگه بله. که مقدس شمردن کلمات عربی و زبان عربی سبقی مذهبی شبایان میکنه. بله. که مثلا بسیاری مردم وقتی که پدر میشن، دختری پیدا میکنن یا پسری پیدا میکنن، تاریخ تولد از او را میکشن که در ماهای هجری قمری و بله. پنداشت این که ثواب داره. بله. یعنی انگیزه های مذهبی قوی هم داره. مذهبی قوی. هدف من این بود استاد که تأثیر زبان عربی بر زبان فارسی، بر رشد تکاملش چگونه است؟ یعنی چقدر ایره غنامان ساخته، چقدر قوی ساخته، چرا بیشترین شعرهای ما و بزرگترین شخصیت ها بیشترین کلمات عربی را مثل مولانا، سعدی، حافظ، علا یا عی از ساقی درگاه اینا استفاده کردن. یعنی قبل از این استاد از الفبای زبان فارسی پیش از هجوم عربا خوا الفبای عربی نبوده. نه مسلمن. از امونجا شروع میشه و بعد از ورود کلمات. یعنی هدف میست که چقدر تأثیر داره در رشد و تکامل زبان فارسی، زبان عربی. سخن بر سر این است که به اعتقاد ما در جهان زبان خالص هیچ وجود نداره، اصلا وجود نداره، نمیتونه وجود داشته باشه. و
یک گرده در ایران کوشش کردن. بله. به عیس مثال سید احمد کسروی. بله. خواست که تمام کلمات غیر فارسی را. بله. اما بالاخره با نام خود چی میکرد؟ نامش سید احمد بود دو. بله. کلمه عربی. بله. و پیش از او به نام ابوالفضل گلپایگانی، یک شخصی که زبانهای باستانی را میدانسته. بله. و از نقطه نظر مذهب هم بهایی بوده، چون این کاری را کرد اما به فرجام نرسید. بله. مثلا صادق هدایت نویسنده نامدار ایران یک نوع گرایش ضد عربی داشت. بله. اما او به عیس مثال بر سید احمد کسروی. بله. تن میزد. در جای دید نوشته است که عبور و مرور وسایط نقلیه از این معبر همیشه عربی که ممنوع است، شدیداً ممنوع است. بازو گفت که خب کلش عربی است. بله. اما گفته نمیره، مردم میدانن. بله. اما اگه آقای کسروی را به فارسی ناب ترجمه کنه یه طور میشه که گشتاوری گردونه های گردنده از این رهگذار سخت نارواست. بله. با تعمد نمیشه. نمیشه ما بله. کلماتی که خود ما داریم، حالا به عیس مثال پیش از این که اینجا زبان عربی بیایه. بله. و مملکت ما اسلامی شوه، ما دو خیشاوند. بله. عمه و خاله. بله. آیا ما عمه و خاله داشتیم؟ بله. یا نداشتیم؟ مسلما که داشتیم. بله. اگه داشتیم بر از یه کلمه هم داشتیم. بله. اما امروز مثلا ما به خواهر پدر عمه میگیم، به خواهر مادر خاله میگیم. هر دو کلمه عربی است. عربی است. بله. بله. و وقتی که ما داریم کلمه معادلش، کلمه معادله. بله. در زبان فارسی. بله. همون رو به کار ببریم. اما باز اینجا یک گپ هست. بله. تاریخ دقیقش یادم رفته، امکان داره در حدود 150 سال تا 200 سال پیش یک فرهنگ جعلی. بله. در هند به وجود آمد. بله. در میان پیروان فرقه آذرکیوان که از فرقه های زردشتی بودن به نام دساتیر. بله. ایره یکی از ایرانیان مقیم آسیای صغیر ساخت که ما ایره کشف کردیم. آه. و ایره به یک مستشرق انگلیسی فروخت به قیمت بسیار گزاف. باعث مثال در اونجا فرجود است به معنای معجزه. بله. که اصلا در هیچ یک از زبانهای باستانی نیست، وجود نداره. یا مثلا فرجود که بسیار چیزهای دیگه. حالا مثلا کلمه تیمسار که در ایران رایج است. بله. بسای منصبای بلند رتبه نظامی. بله. گفته میشه. بله. تیمسار کلمه دساتیر است. آها. یا مثلا پدافند. بله. که ما و شما مدافع هوایی میگیم. بله. پدافند جعلی است. بله. از دست فرهنگ دساتیر است. بله. و یک شاعر زبردست ایرانی که در عالم خود شاعر توانایی هم بود، ادیب الممالک فراهانی. بله. او هم فریب خورد. بله. که فرهنگ دساتیر اصالت داره، که ما که فرجود گفتم به معنای معجزه است. بله. گفته پنج فرجود پدید آمده از شد زردشت که پیغمبریش راست بود، پنج گواه. فرجود معجزه و شد زردشت یعنی حضرت زردشت. که کلمه را بعداً در زبان آلمانی یافتن. بله. که فراهم آورندگان فرهنگ دساتیر کلمه آلمانی را گرفتن به جای آوردن جل کردن. جل کردن. این هم یک خطر است. بله. و حتی در آثار یک دست نویسندگان ما و شما هم. بله. تحت تاثیر بعضی از نویسنده‌های ایران کلمات دساتیر. بله. دیده میشه. بله. چون حال من بیاد ندارم مگر از این مصاحبه و تشریف آوری شما اطلاع می داشتم. خواهش میکنم. فکر میکردم. بله بله. که در ذهن مگه چیزی می آمد مثال می دادم. بله. که ما باید بر حذر باشیم. بله بله. هیچ کوشش نکنیم که تمام کلمات عربی رو ترد کنیم. ترد. چون نمیتونیم. نمیتونیم. بله. چون نمیتونیم. بله. و در هیچ زبان نمیتونه. نه تنها ما. بله بله. حالا مثلا نمی امریکا. بله. با همه امکانات که داره تمام کلمات غیر انگلیسی را عالمی لوی جرگر از زبان پشتو به نام لوی جرگر آورده. اگر نمیتونن جنرال اسمبلی بگوین یا نمیتونن مثل از این صدها کلمات دیگر. یعنی زبان ما اما جرگه کلمه مغولی است. مغولی است. بله. بسیار خوب. یعنی هدف ما این است که زبان عربی ستیزی هم یک فرایند یا پروسه منفی است در فرهنگ و زبان فارسی دری. yeah. که در ای اواخر من فکر کنم بسیار اوج گرفته و بخصوص توسط یک تعداد زیاد از جوانایی که
در ایران بودن رشد کردن و خب باید با یک تعقل، با آگاهی، بله. با سنجش، بله. با تحقیق در متون و بله. در فرهنگ‌های بسیار کهن، بله. دیگه چونین نیست که چیزی که یک نویسنده ایرانی بله. به کار میبره او صحیح بود. بینندگان عزیز اجازه بدین که از نام تلویزیون بهار و برنامه نگاه نو صمیمانه ترین سپاسگزاری خود را از آقای سید مصطفی هاشمی به مناسبت برگزاری چنین یک گفت و شنود تقدیم بکنم. همچنان از خانم فوزیه هوتکی که هم در برگزاری برنامه با ما همکاری کردند و هم در پیشبرد بخش نخست برنامه. قابل یادآوری می دانم که بیشترین برنامه های تلویزیون بهار و به ویژه برنامه نگاه نو با کمک و همت و هنر و فن آقای خالد سیغانی تنظیم میشن که اینا هم مسئولیت کمره و ادیت دارن و حتی بعضا مسئولیت ترتیب و تنظیم و دایرکت برخی از برنامه های ما را. اجازه بدین که از نام تلویزیون بهار و به نام هموطنان از آقای سیغانی هم سپاسگزاری بکنیم. شب و روز هر یک شما در هر گوشه دنیا که هستین شاد و خوش باشد.